سلام عزیزان بیننده و شنونده برنامه گفتگوهای کارگری، بهروز خباز هستم و در ادامه سلسله مباحث مربوط به قانون کار و تغییرات تاکنونی اون این برنامه رو به پیش میبریم. مهمان من در این برنامه امروز خسرو بوکانی، عضو کمیته مرکزی از کنست ایران و کمال حسن. درود بر شما رفیق خسرو. سلام عرض میکنم برز عزیز، خدمت شما و خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما و تمامی رفقای همکارتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان رادیو همبستگی و تلویزیون برابری. بفرمایید. ممنون. در ابتدا من سوال من اینه که چون دوستانی تماس گرفتم و در این رابطه اظهار نظراتی داشتن، مخالفین و موافقینی به تبع هر برنامه و هر مقوله کارگری داره، در همین ارتباط از ما خواسته شده که مرز قانونگرایی و فعالیت مستقل کارگری رو روش بحث بکنیم. رفیق خسرو، به نظر شما در ارتباط با تغییرات قانون کار که تا به حال وسیعاً صورت گرفته، خود شما این مرز رو چطور توضیح میده؟ یعنی اینکه چطور میشه فعال مستقل و مبارز کارگری بود و در این حال واکنش نشون داد با تغییرات این چنینی در قوانین کار و یا تامین اجتماعی و در این حال به دام قانونگرایی و دخیل بستن به قانون هم نیفتاد؟ بله، به نظر من قبل از هر چیز آنچه که بسیار مهمه و میتونه فاکتور اساسی در این زمینه باشه، به نظر من حقوق کارگریه. واقعا کلیه قوانین، لوایح و یا نحوه برخوردی که در واقع جمهوری اسلامی رژیم به اضافه نهادهای زردش و یا به طور کلی دستگاه قانون گذاری خواهی میکنم. خسرو جان اگر ممکنه یه مقدار بلندتر صحبت بکنیم. بله، به نظر من کلیه، یعنی معیار سنجش، من فکر میکنم که معیار سنجش ما در ارتباط با قوانین مربوط به کار، چه از ناحیه دولت حاکم و نهادهای زرد و وابسته به دولت و چه از ناحیه فعالین مستقل و تشکل‌های کارگری، باید حقوق کارگری باشه، حقوق واقعی طبقه کارگر. به نظر من هر قانونی که واقعا بتونه دفاع کنه از خواست و مطالبات طبقه کارگر به لحاظ زیستی، به لحاظ معیشت، به لحاظ حقوق کارگری، چه از سوی یه نهاد بورژوایی تصویب شده باشه، به شرطی که واقعا عملی بشه و در عمل بهش پایبند باشند، و چه از سوی یه تشکل رادیکال کارگری، تشکل مبارزاتی طبقه کارگر این خواست تعقیب شده باشه، به نظر من مرز و خط قرمز در واقع این مسئله هستش. حالا در صورتی که واقعا تحولات قانونی که از ناحیه پارلمان بورژوایی بر در مورد قوانین جاری من جمله قانون کار اعمال میشه، اگه این قوانین بتونه گوشه هایی از زندگی طبقه کارگر رو تأمین کنه، بتونه که در واقع دستاورد هایی واسه طبقه کارگر داشته باشه، حالا چه به لحاظ مبارزات طبقه کارگر و یا چه به لحاظ این که مناسبات سرمایه‌داری نیاز به رفرم احساس کنه و ناچار بشه که در قوانین مدون خودش بعضی از حقوق و اختیارات و نسبت به طبقات و دیگر اقشار اجتماعی در نظر بگیره، به نظر من باید قابل دفاع باشه. معلومه که قانون کاری که ما حالا داریم روش بحث میکنیم و لایحه اصلاحی که میخوان تصویبش کنن و در مورد اون به اصطلاح میخوام به تصویرش برسونم و به مرحله عمل در بیاد، معلومه که فرسنگ ها فاصله داره با حقوق و مطالبات کارگری. منتها
یه فعال کارگری که دغدغه افزایش و یا بالا بردن سطح معیشت طبقه کارگر رو مد نظر خودش قرار داده باشه، علی رغم اینکه در کلیت خودش معتقده که باید نظام مالکانه و بهره‌وری انسان از انسان به پایان برسه و با لغو استثمار و کار مزدی هستش در نهایت که طبقه کارگر به خواسته و مطالبات انسانی خودش میرسه، ولی این به منزله این نیستش که ما در جریان مبارزات روزمره طبقه کارگر و یا در جریان تحولات و به اصطلاح فراز و فرودهای قانونی که طبقه کارگر به ناچار تحت تأثیر و یا تحت تدوین این قوانین داره زندگی میکنه در واقع خودمون رو بی‌وظیفه احساس کنیم. به نظر من باید این مرز ما بشناسیم که در وهله اول معیار ملاک سنجش منافع طبقه کارگر باشه و کلیه اقدامات و مبارزات و خواستها و مطالبات قانونی و مبارزاتی و جنبشی باید حول و حوش این فاکتور اساسی به نظر من انجام بگیره. بله، در همین ارتباط بحثایی ما اتفاقا دیروز با خانم شفیعی من اینجا صحبت داشتیم، ایشون از صحبت از این میکردن به نقل از کسایی که قانون کار انقلابی نوشته بشه، یا من خودم مثال زدم که گفته شده بود که باید ما خانه قانون کار مترقی باشیم و از این قبیل. به هر حال نکته مهمی توی صحبتتون بود و این بی‌وظیفه کردن فعال کارگری در قبال دست رازی هایی که حکومت به سفره خالی کارگران میکنه و امنیت شغلشون رو بدتر میکنه و وضعیت بدتری براشون ایجاد میکنه. من در ادامه میخوام به موضوع مهمتری بپردازم و اون پراتیک اجتماعی در عرصه که ما به همین نام میشناسیم، تغییرات قانون کار، دور زدن دولت‌های تاکنونی در جمهوری اسلامی از قانون و قوانینی که خودشون نوشتن و در نتیجه دادن لوایحی به مجلس در ارتباط با منافع 1%های جامعه ایران و بر علیه کارگران و زحمتکشان در ایران. رفیق خسرو، در ارتباط با این واکنش به این تغییرات، ما عمدتاً بجز در موارد معدودی مثل حرکت جمعی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ما در مورد دیگر گروه ها و تشکل ها بیشتر بسنده شده به انتشار اطلاعی هایی و توی سایت هاشون هم این گذاشتن و چقدر هم خوب، اینکه خیلی هم خوبه که افشاگری شده در رابطه با این موضوع. اما چندین ساله، یعنی ما از دوره رفسنجانی به این سو داریم میبینیم که عمدتا در حرکت های مثل مناسبت های مثل اول ماه مه اعتراضاتی صورت گرفته و اونم خب فراخوان دهنده اونها خانه کارگر بوده. در ارتباط مستقلا در ارتباط با گروه های کارگری ما حرکت اجتماعی خاصی ندیدیم. این رو یه مدار توضیح بدیم برای ما. ببینید، واقعیت اینه که این کاملا مقبوله که ما اصلا طبقه کارگر ایران باید قانون کار انقلابی خودش رو بر مبنای مقتضیات خودش، زندگی خودش و نقش و جایگاهی که در تولید جامعه داره باید بنویسه و تدوین کنه. این حرفی توش نیست. منتها واقعیت اینه که در توازن قوای موجود و در شرایطی که ما روزانه در سرتاسر ایران شاهد مبارزات پرشور ولی متاسفانه تا
پراکنده کارگری هستیم. این مبارزات متاسفانه از در واقع ارتباط و ارتباط و پیوند مستحکم مبارزاتی با همدیگه محروم هستند، از تشکل رهبری کننده سراسری که در این حال بتونه تمامی رشته ها و عرصه های کار و تولید رو به هم مرتبط کنه و حاصل تجارب مبارز، تجارب حداقل یک قرن اخیر مبارزات طبقه کارگر ایران رو در پراتیک روزمرش به مرحله عمل بذاره، ما متاسفانه میبینیم که این ارگان رهبری طبقه کارگر فعلا غایبه و سطح مبارزات طبقه کارگر با سطح سازمانیابیش در واقع متوازن نیست. همون اینو میدونیم که این سطح از مبارزات طبقه کارگر نیاز به تشکل‌های قدرتمندتر، سراسریتر، تشکل‌های تأثیرگذارتر داره که اینا بتونن در مبارزات علنی، در مبارزات عمومیشون بر علیه کارفرمایان و سرمایه‌داران و دولت حامی اونا از این توازن برخوردار باشن که بتونن تأثیرات کلان، تأثیرات اساسی بر این گونه لوایح و دیگر لوایح مشابه داشته باشن. منتها واقعیت اینه که اگه ما شاهدیم جریاناتی مثل خانه کارگری ها یا انجمنهای اسلامی و دیگر تشکلهای دستساز رژیم میتونن تا حدودی مداخله داشته باشن در عرصه امور کارگری، بیشتر بر اساس ابزارها و امکاناتی هستش که رژیم سرمایه‌داری در اختیار اونا گذاشته. واقعیت اینه که ما باید محدودیت‌های بسیار اساسی و تأثیرگذاری رو که رژیم بر علیه تشکل‌های مستقل و رادیکال کارگری اعمال کرده در نظر داشته باشیم. بر همین اساس هستش که تا حالا شاید این گونه تشکل‌ها و نه تنها تشکل‌ها، منفردین مبارزه طبقاتی، کسایی که دل در گرو رسیدن به جامعه برابر رو دارند، واقعا نتونن اهداف، ایده ها و ظرفیت ها و پتانسیل های خودشون رو به عینه به واقعیت نشون بدن، چون موانع بسیار جدی از جمله سرکوب، از جمله تشکل های زرد، از جمله عدم سازمانیابی، چه میدونم فقر و فلاکت مزمن، تمامی اینا موانع بسیار جدی هستند در راه سازمانیابی طبقه کارگر. منتها به نظر من واقعیت اینه که اگه ما بخوایم به لحاظ پراتیک این تجارب و یا این ایده ها رو عمل کنیم، هیچ راهی نداریم به غیر از این که رجوع کنیم به طبقه کارگر، به بدنه کارگری، و ما باید بتونیم با کنکاش خودمون، با کالبد شکافی ضعف ها و نقاط ضعف جنبش کارگری، عدم سازمانیابیش، حالا باید کلیه عوامل و موانع بررسی بشن، ارزیابی بشن. ما تنها در صورتی که به عینه به واقعیت بتونیم به درون طبقه برگردیم و واقعا بتونیم سازمانیابی کمونیستی و کارگری رو در میان خود طبقه کارگر اعمال کنیم، تنها و تنها در چنین شرایطی هستش که قدرت چانه‌زنی، قدرت عمل انقلابی، قدرت عملی جنبش کارگری افزایش خواهد یافت و با ابتکار خودش در اون شرایط هستش که تشکل‌های کارگری به همراه طبقه کارگر با در دست گرفتن امورات، با ایجاد توازن قوای مناسب تأثیرگذار باشند بر عدم تصویب چنین لوایحی و یا رادیکال تر کردن قوانین کار و یا تحمیل خواستها و مطالبات کارگری بر کارفرمایان و در واقع سرمایه داران. ببینید شما اگه دقت کنین، بخش اعظم اصرارها و تأکیداتی که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی از ابتدای سرکار اومدنشون تا به حال بر محدودتر کردن حقوق کارگری، دقیقاً در جهت به اصطلاح دفاع از حقوق کارفرمایان و سرمایه‌داران که خودشون بخشن به عنوان کارفرمایان بزرگ در عرصه اقتصاد ایران دارن کار میکنن، بر همین مبنا بوده. واقعیت اینه که اینا علارغم اختلافات روبنایی که با هم داشتن، همیشه در طول تاریخ از ابتدای سال 69 تا به حال و یا در واقع از
ابتدای سال 62 که اولین قانون رو میخواستن اینا تدوین کنن و اینا، تا حالا عموما اتفاق نظر داشتن، روز به روز بیشتر خواست و مطالبه کارگری رو محدود کنن. حالا علارغم اینکه در یه دورانی این خواستا بهشون تحمیل شده، مثلا در سال 69 تحت تاثیر مبارزات رادیکال اون زمان و جو و فضایی که اون زمان حاکم بوده و نقش و جایگاهی که طبقه کارگر در انقلاب 57 بر عهده داشته، اینا مجبور بودن یه سری در واقع امتیازاتی رو در قالب قانون کار واسه طبقه کارگر قائل بشن. ولی بعدها و به مرور دولت‌های اصلاحات، شما همین اصلاحی که حالا اخیراً می‌بینین که به مجلس ارائه شده سال 91 فکر کنم از ناحیه دولت دهم و از ناحیه همین دولت احمدی نژاد هم دقیقاً لایحه به مجلس ارائه شد، ولی تحت تاثیر مبارزات کارگری و دیگر اقشار کارگری و تشکل‌ها باز هم این لایحه مسکوت ماند. ولی منظورم اینه که مادامی که ما دقیقاً نتونیم بدنه طبقه کارگر رو سازمان بدیم، دغدغه داران مبارزه طبقاتی به این سطح از سازمانیابی و آمادگی رهبری طبقه کارگر نرسن، واقعیت اینه که این ایده ها و جلوگیری از این لوایح ضد کارگری در واقع پراتیزه نمیشه و در عمل اینا تحمیل میکنن این خواستا و مطالبات ضد کارگریشون رو بر اساس پیروی از منافع باندهای مافیایی سپاه پاسداران، دیگر نهادهای وابسته به بیت رهبری و طبقه کارگر تحمیل میکنن. رفیق خسرو بوکانی، من بسیار از حضور شما در این برنامه سپاسگزارم. خیلی ممنون رفیق، و به روز منم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. موفق باشید. زنده باشید.